جلسه 163 روم، تاریخ 11/8/76، استاد شجاعی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره حیات دنیا بود، مرتبه نازله حیات که در دنیا هستش. چند آیه رو خوندیم، صفحه 198 آیه 60 سوره مبارکه قصص. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها فما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. خداوند تعالی میفرماید که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که در آسمان ها و زمین هست مال خداست، و از طرفی فرمود مالک یوم الدین هستش، مالک یوم الدین. هم صاحب دنیاست و هم صاحب آخرت هست، هم مالک دنیاست هم مالک آخرت هستش، مالک همه وجود هستش. او داره خبر میده از اون چی که نزد ما هست، از اون چی که در نزد ما هست داره خبر میده. میفرماید که اون چی که به شما دادیم در نزد شما هست، این متاع یک حیات پست هست و زینتی که متناسب با این حیات پست هستش. و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. اما اون چیزی که نزد خدا هست بهتر هستش. منی که هر دو رو دارم، مالک هر دو هستم، دارم به شما میگم اونی که نزد شما هست بسیار ناچیز و پست هست، اونی که نزد من هست هم بهتر هست هم باقی تر. بعد در جدی فرمود چیه؟ بعد توصیف میکنه خداوند در قرآن اونی که نزد خودش هست، در چند جای قرآن توصیف کرده. خوب که توصیف میکنه میفهمد چی؟ و فی ذالک فلیتنافس المتنافس، اهل تنافس و اهل مسابقه، اهل رقابت، اونهایی که واقعا میل به چیزهای عادی دارن باید توی همچین چیزهای میل کنن، نه اون جیجیفهی که اونجا هستش که اندک است و پست هستش. و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. آیا تعقل نمیکنید؟ یه مقدار تعقل بکنید، به این نکته پی خواهید بود که اون چه که اونجا هست غیر از اینجا هستش. خب تعقل در چی؟ تعقل یک، در همین که عرض کردم خدمت میده، این کلام الهی که خدا به عنوان مالک دنیا و آخرت داره خبر میده به ما که اون چه که در نزد ماست پست است و اون چه در نزد خودش هست بهتر و باقی تر هستش. اگه از جهت اندیشه فلسفی هم کار بکنیم و توجه به قوس صعود و نزول داشته باشیم، میبینیم که دنیا پایین ترین مرحله وجود هست و پست‌ترین مرحله وجود است. اون چی که از کمالات در دنیا هست چکیده و اساره بسیار بسیار ناچیزی از برزخ هست، و اون چی که در برزخ هست خودش همینطور یک اساره از اون چی که در آخرت هست. معذالک توجه به روابط بفرمایید، که روابط این جهان ها با هم دیگه روابط بسیار عجیبی هستش، مقایسه از یک رحم با یک جهان بی نهایت. همین رابطه که رحم با یک جهان بی نهایت داره، دنیا با برزخ داره، و اون چه که برزخ باز دنیا با جهان بی نهایت داره یا دنیا با برزخ داره، همین رو هم برزخ با آخرت خواهد داشت، برزخ با آخرت خواهد داشت. شما عظمت عالم ماده رو تصور بفرمایید که در
در قرآن می فرماید سبقت بگیرید، سابق و الى مغفرت من ربکم و جنت، به سوی مغفرت پروردگارتون و بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین، عرضهاش عرض سماوات و عرض، به اندازه همه آسمان ها و زمین این بهشت وسعت داره. حالا تصور بفرمایید ما در روی این کره زمین با این محدودیتش، میدونم قبلا براتون توضیح دادم این وضعیتی که الان ما داریم در روی این کره با این محدودیتی که داره، در یک منظومه قرار داریم. یکی از سیارات نهگانه یا دهگانه یا بیشتره، یک منظومه هستیم که روی این سیاره تقریبا 3/4 یا 2/3 آب هست، یک قسمت کوچکیش خشکیست که 100 کشور روی ساخته شده و ما چقدر پست و کوچک در خانه های کوچک 100 متری و 80 متری و 60 متری قرار داریم زندگی میکنیم، در روی این مقدار ناچیز خشکی داریم زندگی میکنیم. این منظومه در کهکشانی قرار داره که فقط عرض و قطر اون 10 میلیون سال نوری هستش. شما فاصله ما تا خورشید نگاه کنید، خورشیدی که بیش از 1000 برابر زمین هست، تصور بفرمایید 8 دقیقه هست. عرض این منظومه چی هستش؟ 10 میلیون سال نوری هستش. طولش چقدر هست دیگه حالا بماند، این منظومه، این کهکشان، کهکشان راه شیری که درش قرار داره. گفتن هفته قبلیه یه خورشیدی کشف کردن در منظومه که 10 میلیون برابر خورشید ماست و 25 میلیون سال نوری با ما فاصله داره تو همین کهکشان راه شیری. کهکشان راه شیری خودش 100 میلیارد ستاره داره. فاصله های اینها یه فاصله های هستش که ما نمیتونیم احساسش بکنیم، فاصله های خیلی عجیب و غریبی هستش. فاصله ما تا خورشید 150 میلیون کیلومتر است. خب این یک کهکشان هست که درش 100 میلیارد ستاره هست، این یک کهکشان از 1 میلیارد کهکشانی هستش که شناسایی شده. درست فهمیدید؟ این مقدار علم بشر شناخته، علم بشری که در روایت داریم که تا زمان ظهور امام زمان از 27 پلش 2 پلش داری میشه، علم بشر اینقدر تونسته شناسایی کنه و چیزی که درش حسابی سرگردان و متحیر هستش که بعد از ظهور امام زمان علیه السلام 25 پایه دیگهش میخواد طی بشه. اونچه که از این 1 میلیارد کهکشان با صدها میلیارد ستاره و سیاره که در آسمان ها هست، قرآن میفهمد اینها مربوط به آسمان اول هست و زینا السماء الدنیا، باز کلمه دنیا رو توجه فرمایید با معنی واقعی خوش، سماء دنیا رو آسمان پایین و آسمان پست رو آسمان پایین رو زینت دادیم به زینت چی؟ ستاره ها و کواکب، آسمان اول. بعد این آسمان اول در مقابل آسمان دوم حلقه است در میان کل آسمان اول، مثل حلقه است، یه حلقه تو این آسمان اول با همه عظمتش چجوری کجاست؟ قابل مقایسه است. آسمان اول با همه عظمتش در مقابل آسمان دوم چنین است و همچنین دوم نسبت به سوم، سوم نسبت به چهارم، چهارم نسبت به پنجم، پنجم نسبت به ششم. خب ما رو دعوت کردن به یک جهانی با این عظمت، با این عظمت. بشر کار علمی که الان کرده هنوز توی یک فضای محدودی از جهان کار کرده،
و فضاهای بی نهایت بزرگتر از اون چه علم بشر بخواد بهش دسترسی پیدا بکنه وجود داره. این عالم چکیده برزخ هستش، از همه کمالات چکیده برزخ هستش، هر چی که داره. برزخ چی هستش و آخرت چی هستش و بهشت چی هستش؟ بعد اینجا در قرآن خداوند چون داره با کسایی که رغبت به این جیفه دارند سخن میگه، در مورد اوتیتوم سخن میگوید، اون چیزی که در شما در دنیا دارید این متاع حیات دنیا هستش، اونی که نزد خداست بالاتر هستش، بهتر و باقی تر هستش. ولی جای دیگه سخنی از تشویق به ما اندالله نیست، بلکه تشویق به چیست؟ به الله هستش. میفهمید چی؟ و الله خیرون و ابقا، و الله خیرون و ابقا، دعوت به اونجا میکنند. ما از دریایی دریا میرویم، الیه مرجعکم جمیعا، این جور دعوت میکنه ما رو. یاد وقتی انسان وطن رو فراموش میکنه همه گرفتاریش همینجاست. وقتی آخرت جلوش گرفته میشه و ابر میاد جلوی آخرت رو میگیره، یه دفعه انسان تمایل به چی میکنه؟ تمایل به جیفه میکنه، دنبال جیفه میگه. این استش از جمله چیزهایی که قرآن به بیان میکنه که مثل ابر میاد جلوی بینش ما رو میگیره و راه رو گم میکنیم، هوای نفس هست. هوای نفس تار میکنه، باعث آخرت فراموشی میشه، واسه فراموشی ابدیت میشه. لذا اون موقع است که انسان با وجود حس بی نهایت طلبی که داره، بی نهایتش باید در جهت صراط مستقیم بیفته، از صراط مستقیم کج میشه میفته تو صراط حیوانیت. با این بی نهایت که طلبی که داره توی این جیفه دنباله، با حس بی نهایت در این جیفه به دنبال ارضای خودش میگرده. از این آیه هم این نکته را میفهمیم که آنچه از خوبی ها و نعمت های دنیوی در اختیار انسان میباشد به تناسب حیات نازله است، و انسان در حیات نازله خود استعداد و ظرفیت برخورداری از خوبی ها و نعمت های برتر را ندارد. خب نمیتونیم برداشت کنیم. احتمال در پاورق مرحوم فرمودن احتمال میرود معنی آیه شریفه این باشد که نعمت ها و خوبی هایی که در نظر انسان در مرتبه حیات نازله به صورت خوبی ها و نعمت ها جلوه می کند، از دیدگاه انسان در این مرتبه از حیات است، و اگر انسان از حیات بالاتر و نیز از ادراک بالاتری برخوردار بود، این خوبی ها و نعمت ها را آنچنان که در این حیات نازل می یابد نمی یافت و خوبی ها را نزد خدا می دید. در هر صورت آیه شریفه حکایت از ضعف ادراک و یا دلالت بر محدودیت صلاحیت در حیات نازله دنیوی می کند. اگر در الهی نامه می خونیم که اگر بهشت زیباست، بهشت آفرین زیباتر است، و بالاخره در آیه های 29 و 30 سوره النجم می فرماید فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. اعراض کن از کسی که روی برگردانده از یاد ما، اعراض کن تو از اینها، و نمیخواد و اراده نمیکنه مگر حیات چی؟ دنیا رو، حیات دنیا رو. ذالک مبلغ هم من العلم، این مقدار غیر این حیات دنیا. ذالک بعده حیات دنیا چی هستش؟ این نهایت رشد آگاهی این هاست، نهایت علم این هاستش. بیشتر از این علم ندارن، چون بیشتر از این رو نمیخوان هستن. این همینجا رو میخوان، فقط همینجا رو میخوان.
بعضی ها هستن که جز اینجا رو اصلا سراغ ندارن، هیچ کس هم نمیده بهشون بگی اون بمرتب خبری هستش، هیچ کس هم نمیده بهشون بگی که یه خبری هم اون طرف تر هستش، بری از اون چه شما فکر بکنید، اطلاع بهشون ندادن. این خب همینجا رو میخوان، مبلغ علمشون هم همین است، میزان علمشون، مبلغ یعنی میزان دیگه، میزان علمشون همین قدر هستش. ولی بعضیا مثل ماها بهشون خبرم دادن اون طرف چه خبری هست، ولی باز ولم یورد الا الحیات الدنیا، چیز دیگه باز هم غیر از همینجا نمیخوان، تمنای رفتن ندارن، آرزو و تمنا و شیفتگی نسبت به اونجا، اراده حرکت نسبت به اونجا رو خیلی ندارن. راهش هم چی هست؟ علتش هم چی هست؟ یعنی نشانش چی هست؟ نشانش این هست که حاضر نیستیم از اینجا بگذاریم برای کجا؟ اونجا چشی بپوشیم از جاذبه های اینجا به خاطر اون طرف، دلمون اونقدر قرص باشه نسبت به اون طرف که این وقت جاذبه هاش نتونه دل ما رو به هم بزنه. اینجور متاسفانه نیستیم. از این دعای این چنین برداشت می شود که در حیات نازله بر اساس شعور و درک نازل، یاد خدای متعال و حب او و عشق به او در دل و قلب انسان چندان جایی نداشته و انسان در این مرتبه از حیات به لحاظ اینکه خوب نمی داند و خوب نمی فهمد و به لحاظ اینکه از معرفت حق حضرت حق و جمال و جلال او چندان بهره ندارد، درد هجران و فراق را نمی‌یابد و به یاد خدای متعال نیست و سوزی نداشته و اشتیاقی در خود احساس نمی‌کند و کسی که در تثبیت این حیات نازل سعی نموده و از آن تثبیده، یعنی باید ببینیم و به آن تثبیده و در حفظ آن می‌کوشد، در حقیقت می‌خواهد برای همیشه حضرت حق را نشناسد و برای همیشه در جهل خود باقی بماند و در عالم بی‌خبری باشد. این چنین کسی نمی‌داند که یاد خدا و حب او و عشق به او و غیره یعنی چه. ذالک مبلغهم من العلم، این میزان آگاهی اینها هستش. در روایت در پاورق مرقوم فرمودند احتمال می‌رود معنی آیه شریف این باشد که اعراض از ذکر حق و روگردانی از یاد و طلب حق موجب تثبیت حیات نازل و محبوس بودن در محدوده حیات دنیا بوده و بالعکس یاد و طلب او موجب نجات یافتن از قید و بند حیات نازل و صعود به مرتبه یا مراتب عالیه حیات انسانی است و به عبارتی عبودیت و سلوک طریق ایمان و عمل صالح موجب رهایی انسان از حیات نازل و نیل او به حیات بالاتر و فرار از عبودیت سبب تثبیت حیات نازل می باشد. این آیه خیلی بحث داره، خیلی بحث داره این آیه. توجه بفرمایید این احتمالی که ایشون در پاورقی دادن لازمش این هستش که ما ادامه آیه رو هم خدمتون عرض کنیم. آیه این هستش فعرض امن تولا عن ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم ان ربک، میخواید مرقوم بفرمایید ادامهش، ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم به من احتدا، این ربکه هو اعلمو به من ظل عن سبیلهی و هو اعلمو به من احتدا. مرحوم علامه در رسالت الولایه شون این آیه رو مطرح کردن و من چند خطی از این رساله بسیار شریف توصیه میکنم، حتما دوستان در پی این باشن که اینو از یه استادی حتما درس بگیرن، حتی خب باید قوی باشه، این خیلی مهم هست این کتاب. می فهمد از این حیثو یتحصل منه، از این آیه به دست می آید که چی؟
ان ذکر الله سبحانه هو السبيل الیه. خیلی زیباست. ترجمه رو بهتر دقت بکنید. اعراض کن از کسی که دوری کرده، روی برگردانده از ذکر ما، از یاد ما و چیزی جز حیات دنیا رو نمیخواد. این میزان علم اینها هستن، این افراد هستش. به درستی که پروردگار تو داناتر است به کسی که زل عن سبیله، گمراه شده از راهش، و هو اعلم و به من احتدا، و او آگاه تر است به کسی که هدایت شده. در این شب اول رجب و در محضر قرآن، برای که انشاءالله بتونیم همه اون چیزی که همه که نمیشه، لاقل این مقداری که به حال روشنایی به دلمون بده و بیشتر نصیب اون بشه از این آیه جذب بکنیم، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. میفرماید که اعراض کن از کسی که دوری روی برمیگردانه از روی ما. بعد چنین و چنان می خداوند آگاه تر است به کسی که گمراه شده از راه او. خودش میدونه چه کسی از راهش گمراه شده. تو از اینا اعراض کن. یعنی چی؟ خصوصیت من زل عن سبیله چیه؟ اعراض از ذکر هستش. اعراض از ذکر. بعد مرحوم علامه فرماید خیلی موشکافانه آیه رو بررسی کرده. همان معلوم میشه که یاد خدا همون راه خداست. خب از سبیل و الهی، همون راه به سوی خداست. چرا؟ چون من تولا ان ذکرهی چی هستش؟ زل ان سبیلهی هستش. حجب فرمودید؟ من تولا ان ذکرهی زل ان سبیله هستش. لذا اگه عکسش بکنه میشه چی؟ کسی که یاد خدا هست، این یاد خدا راه هست به سوی او. حقیقتش هم همینطور هست. در دروس معرفت هم خدمتتون عرض کردم، یادتون هست در قرص در حرکت افقی عرض کردیم که گفتیم این حرکت عمودی داریم، این حرکت افقی داریم. در حرکت افقی گفتیم که اگه کسی اون مرکزی که میخواد بره به سمتش، هدفی که میخواد به سمتش بره، از یادش بره، گم بکنه، چی حاصل میشه؟ توقف حاصل میشه. در حرکت عمودی چی بود؟ موقعی که گم بکنه چی میشه؟ سقوط میکنه. یعنی فقط شما با یاد خدا هست که دائم میتونی چیکار کنی؟ به اون سمت بری. بذارید یه مثال بهتون بزنم. خیلی عجیب هست. شما در نماز چی داریم ما؟ در نماز چی داریم ما؟ اگه ما اینجوری با این یاد نماز بخونیم، نماز رو خیلی مزه پیدا میکنه. شما میخواید یه ماشینی رو که مثلا اینجوری هستش دیگه، یه سفینه ای رو فرستادن مریخ، با چی راه نمایش میکنن؟ رحیاب مریخ رو با چی راه نمایش میکنن؟ با چیزی که تو زمین هست و همسنخ با گیرنده اون هستش. یه فرستنده انجا دارن، اون میگیره و اون هستش که این رو زمین هستی، اونو کنترلش میکنن کجا بره کجا نره. دیروز اعلام کردن که چی شده؟ ارتباطش با زمین قطع، از کار افتاده. از کار افتاده یعنی چی؟ گیرندگیش از بین رفته، نمیتونه دیگه بفهمه چی حد چی پیام انجام بده، اون نمیتونه بگه. لذا دیگه هم گفتن درستم نمیشه. حالا اینجوری گفتن یعنی چی؟ یعنی اونجا دیگه تنها موند اون راه یافت. اگه کسی هم باهاش پوش که نبود کسی، البته فرض بگیریم فضا نوردی داشت بود، همونجا باید بمونه و حلاش بشه، باید بین بره. مثل کسی که در چی هستن؟ اسکای میر هستن. دیگه گاهی یه دفعه ارتباطات قطع میشه، اونا میمونن اونجا تا اینو باید برن به دادشون برسن. یاد خدا همون سبیل هست، خود سبیل هست. یعنی شما تا وقتی به یاد هستی تو سبیل هستی و داری میره جلو. به محضی که از یاد قفلت بکنی، یا توقف هست یا سقوط. هم توقف هست هم سقوط. نرد بخونی این یاده. شما وقتی دارید نماز میخونید، تا وقتی این حضور هست در نماز، وقتی دارید ذکر میگید، به خصوص در این ایامی که الان در رجب هستیم، شب اول هستش و بعد ماه شعبان هست و ماه مبارک رمضان، تا وقتی داری میفهمی چی میگی و با حضور داری میگی، میفهمی که داری با نماز سیر میکنی، نماز داری تو رو میبره. دقیقا اینو احساس میکنی.
که وقت تا وقتی داری درست ذکر تو میگی، تا وقتی حضور داری سیرم داری میکنی، میفهمی شدن رو کاملا تو وجود خودت با علم حضوری درک میکنی. اما به محضی که اتصال قطع بشه و شما فقط جز لغلغه زبان چیزی ندارید، میبینید شدنی هم در کار نیست، شدنی در کار نیستش. این فقط یاد حقیقی هست که شما رو تا وقتی سیمتون وصل میشه، یعنی اون فرستنده و گیرنده با هم دیگه تنظیم میشن، شما از توی صراط دنیا در روابط با همسر، در روابط با فرزند، در روابط با پدر و مادر، در روابط با همسایه ها، در روابط با اجتماع، در روابط با دنیا، تا وقتی اون با یاد اون داری حرکت میکنی، توی اینها شما چیکار میکنید؟ درست حرکت میکنید، آلودگی نداره. اما به محضی که توی این ارتباطات اصل ارتباط شما مبدأت قطع بشه، وقتی با مبدأت قطع میشه ارتباط، تو میمونی خودت تنها دیگه. وقتی اینجا میمونی میشه چی؟ میشه انواع و اقسام خیالات و اوهام و تاریکی ها. توی تاریکی هم انسان کاری نمیتونه بکنه، سجن میشه، میشه زندان و میشه گرفتاری هایی که شما باید به اصطلاح دوچارش بشی. و یه تخصص سلومه، من دارم خلاصه میکنم، خیلی تو بحث نمیدم، اون نتیجه دیگه هم که از این گرفته میشه فعلا ازش صرف نظر میکنیم. و یه تخصص سلومه ان ذکر سبحانه هو السبیل الی و تولا و تولی انه و روی برگرداندن از ذکر خدا زلالون ان سبیله، گمراهی است از راه خداوند. و ان ذکره سبحانه و این که ذکر خدای سبحان لا یحصلو، توجه فرمایید، لا یحصلو الا بالاعراض عن الحیات الدنیا. چی میتونه ذکر بگه؟ کسی قلبش اعراض کنه از دنیا. تا وقتی اعراض نکنی نمیتونی ذکر بگی، توجه فرمودید؟ چون اونهایی که اعراض کردن فقط جز حیات دنیا رو نمیخوان. لذا تا چه تو میتونی ذکر بگی؟ موقعی که مقابلش که حیات دنیا رو نخواهی، اعراض از حیات دنیا بکنی تا موفق بشی، بشی موفق به ذکر بشی. اینقدر اینجا رمز هست تو مسئله طبیعت و فطرت که حد نداره، خیلی رمزهای زیبایی تو این یه قسمت هستش که اینا همش برام عباس تغذیه است، اونجا خیلی اینجا به کار میاد. اینا حاصل نمیشه ذکر خدای سبحان الا بالاعراض عن الحیات الدنیا. مگر با اعراض از حیات دنیا. خب پس اگر میخوای موفق به ذکر باشی، چه در سبیل باشی، چه در سبیل باشی، باید چی کار کنی؟ باید اول اینو بید از دلت بیرون کنی، به اعراض بکن، قلبت از این اعراض بکنه، یعنی تمنایی رو نداشته باشه، میلهای اضافه نکنه، هوس نکنه، یعنی این چیزها سنخیت با نفس پیدا نکنه، فلغلش داده دور بکنی نفسش از اینها و به یه جای احسان برسی خودش. آخه یه موقع ما فقط مقابله داریم میکنیم، یعنی جهاد میکنیم، مبارزه میکنیم، غلبه بر نفس میکنیم، ریاضت میکشیم که این میل از دلمون چه بیرون بره یا نیاد توی دلمون. یه موقع است نه، ما اصلا تنفر نسبت بهش پیدا کنیم. قبلا تو بحث دنیا هست کردم اینکه انسان تنفر پیدا کنه خیلی خوب هستش، اینکه انسان تنفر پیدا بکنه. یه موقع شما در برخورد با یه فضای آلوده توش نامحرم هست، میرم میان اینها، هی میبینی داری تیر میخوری، یه محیطی هست که هی داره تیر میخوره تو قلبت، اذیت میشی، کشنده است فضاش برات. یه موقع هستش که نه تیر نمیخوری اصلا، این فضای آلوده اصلا بوی جهنم رو به مشام جانتون میرسونه، تو فقط متنفری از اینکه این فضا رو توش قرار داری، متنفر هستی، آسیب نمیبینی.
میشه میگه نمیتونه دلتو رو ببره چون باطنش رو داره نگاه میکنه، چون بوی جهنم میده. یه اون قسم ما باید مراقبت بکنیم که دیدن یه مثلا بعد حجاب یا یه مثلا بعد صحنه چیز دل ما رو نبره یه موقعی، چون یه دفعه ببینیم که هیچ چیزی تو دستمون نبوده. فساد، صحنه های فساد، گناه، تجملات دنیا دلبری نکنن. یه موقع هستش که خیر، ما توی اون فضا احساس دلگیری میکنیم، احساس دلتنگی میکنیم. او اصلا خیلی کوچیک‌تر از این است که بتونه دل ما رو ببره. دل ما رو نمیتونه ببره. ما فقط احساس آزار میخوایم که تو اون فضا مجبور چیکار کنیم؟ نفس بکشیم. فرق داره این دوتا با هم دیگه. فرق داره. و خدا کنه که تو میل نباشی نسبت به این چیزها. این خیلی مهم است که در تمنای این چیزها نباشیم. اگه این باشه که دیگه خیلی وضع خراب است، در تجملات و در لذت ها و در نمیدونم شهوات و اینا. توی میل به این چیزا باشیم که دیگه این دیگه خیلی بد است. وقتی تا وقتی هم اینجوری هستیم این اعراض نمیشه و تا اعراض هم نشه اون ذکر حاصل نمیشه. ذکر نمیاد، یاد نمیاد. خودمون میفهمیم که چقدر داریم ایاممون رو به همین دوری و غفلت صرف می‌کنیم. این برای ما، من اکتفا می‌کنم به این قسم. بذارید خط آخرش هم بخونم. و ان المعرض عن ذکره، و این که کسی که اعراض می‌کنه از ذکر خدا و تعالی، انما یبلغ علمه حیات الدنیا، میزان علمش به فقط حیات دنیا میرسه. کسی که اعراض از ذکر می‌کنه حیات دنیا رو می‌خواد که اعراض می‌کنه. خب لا یتجاوزه الا غیرهی الحاصل به ذکر. سچه فرمایید تجاوز نمی کنه علم او به غیر حیات دنیایی که حاصل میشه توسط چی؟ ذکر. علمش تجاوز نمی کنه به حیات آخرت، که اون حیات آخرت چی هستش؟ حاصل میشه به وسیله ذکر. با ذکر میشه به اون حیات بالا رسید. وقتی قرآن زیر سوال میبره اینها رو، میگه اینها میزان علم اینا جز از حیات پس همینه. یعنی اینا میزان علمشون هست که حیات پس رو میخوان. یعنی چی؟ یعنی حیات عالی هم هست، حیات بالاتری هم هست. اینها اینقدر میفهمن. چرا اینقدر میفهمن؟ چون اعراض از یاد کردن. اگر حیات بالاتر رو میخواید باید با یاد به دست بیارید. اگر حیات عالی تر رو میخواید هیچ راهی جز یاد نداره، جز یاد نداره. یه موقعی هم شبهه نشه که ما خب حالا دختی در جبه هستیم، وقتی در محل کارمون هستیم، داریم مبارزه سیاسی میکنیم، کار اجتماعی میکنیم، کار استوار میکنیم، اینم یاد خداست. درسته، اینم یاد خداست، ولی این کافی نیست. اگر این کافی بود خداوند به پیامبر نمیفهمون قم اللیل الا قلیلا. اعتکافی که پیامبر دائم رعایتش میکرد در ایام اعتکاف، یک بارم که جنگ شد حضرت وقتی برگشت اعتکافش رو قضا کرد. پیامبر که شخص سیاسی ترین نظامی ترین شخصیت تاریخ است، به نظر من 80 خورده جنگ و غزوه شوخی نیست، سریه و غزوه، ولی خلوت بسیار زیاد. ماها چی؟ ما به خودمون که نگاه میکنیم میبینیم چقدر شباب بتالت میزن پای تلویزیون، تو این رفاقت ها، تو این حرف زدن ها، نمیدونم سر اوهام و خیالات و خیلی هم مسئله دیگه. ما اصلا چه وقت ذکر رو داریم؟ چه وقت ذکر؟ الان این ماه رجب میاد، این همه از کار توش هستش. خلوت داریم، وقت گذاشتیم براش که خلوت بکنیم و یاد بکنیم. این یاد خیلی مهم است. یاد فردی، بشین خودت فکر بکنی، فردن یاد بکنی برای خودت. یعنی حواست باشه که کجا قرار داری تو این نظام و اونی که داری باهاش صحبت میکنی چی هست و تو کجا هستی و چی میخوای بهش بگی. نمی کنیم وقت نمیذاریم. وقت نتیجهش خیلی گرفتاری هایی هستش که الان داریم توش دست و پا میزنیم متاسفانه. خب حالا اگر اجازه بدید یه بار دیگه این متن رو بخونم با توجه به توضیحی که از آیه دادیم.
از این دعایه این چنین برداشت می شود که در حیات نازله بر اساس شعور و درک نازل یاد خدای متعال و حب او و عشق به او در دل و قلب انسان چندان جایی نداشته و انسان در این مرتبه از حیات به لحاظ اینکه خوب نمیداند و خوب نمیفهمد و به لحاظ اینکه از معرفت حضرت حق و جمال و جلال او چندان بهره ای ندارد، درد هجران و فراق را نمییابد. آقا تا وقتی داری لذت میبری اصلا ناراحت نیستی از دوری خدا. تا وقتی دنیا چیز جالبی برای ما داره، زمانه و دوران چیزهای جالبی برای ما داره و چیزهایی که دل ما رو به خودش میتونه جذب کنه و روشن بکنه، او نمیتونیم توی این دل لذتی از یاد ببریم. از درد هجران و فراق کسل نمیشیم، دلتنگ نمیشیم، از اینکه با امام زمان رابطه سرد است اصلا این سرما به قلب ما نمیاد اصلا. چون نیم دیدی کسایی که عاشق امام زمان علیه السلام هستن، اینا گاهی وقتا انقدر گریه میکنن، انقدر گریه میکنن برای امام زمان علیه السلام، بعضی اصلا جای عشق تو صورتشون مونده از بس در فراق امام زمان علیه السلام نامی کردن. بعضی انقدر به یاد خدا من تبعی و تعالی گریه کردن، این یعنی واقعا ناراحتش میکنه. دقت میکنی؟ ما حتی هنوز بچه همونم دلمون تنگ نمیشه برای خود. بچه دو روز که نباشه ما یه ذره احساس دلتنگی میکنیم، همشین تعادل رو با دست میره، ولی یه موقع میفهمیم شرایط دنیا، یه موقع این اصلا ککمونم نمیجست. ببین قرآن چی میگه؟ قرآن خیلی حرف تند و تیز هست. این حرف تو اعماق وجود انسان میره. این حرف در مورد ایام حج، وقتی توصیه به وقتی مسائل حج رو داره بیان می‌فرماید، می‌فرماید که فإذا قضیتم مناسککم، موقعی که مناسک شما تمام شد در حج، فذکروا الله، یاد خدا کنید، کذکرکم آباءکم، مثل یاد با پدراتون. که واقعا اگه ما به اندازه پدر مادرمون یا همسرمون یا بچه‌هامون این یادو بکنیم، خیلی وضعمون خوب میشه. ما خیلی پر توقع و پر ادعا هستیم، خیلی نمک نشناس هستیم. به والله اگه کسی به اندازه زنش، به اندازه نامزدش، به اندازه فرزند و پدر مادرش یاد خدا رو بکنه و دلتنگ بشه، ها میفهمه که اگه کسی یه وجب به سمت من بیاد، من یه ذرا به سمت اون میرم یعنی چی. میفهمه که اگر کسی به سمت من راه بیاد، من به سمت اون میدوام یعنی چی. تا جایی که انسان برسه به چی؟ برسه به اینجایی که خب بگیرش، شیفته بشه، عاشق بشه. او دیگه ببین چه کار میکنه با این قلب خدا. میخوام بگم که ببینید ما چقدر عقب افتادیم، چقدر وضعمون خراب شده، چقدر دور هستیم. هی از خدا انتظار زیاد نداشته باشیم. ما چیکار کردیم واقعا؟ حقیقتا چیکار کردیم؟ چه زحمتی کشیدیم؟ چه فراغتی حاصل کردیم برای ایام ذکر و خلوتمون؟ چقدر سرمایه گذاری کردیم برای این کار؟ خب نکردیم دیگه. اگر کرده بودیم که نمیفرمود که فذکر الله کذکرکم آبا کم آبا کم، بعد میفرماید چی؟ او اشد ذکرن، یا شدیدتر، یا شدیدتر، شدیدتر یاد بکنید، یاد کم. و به یاد خدای متعال نیست و سوزی نداشته و اشتیاقی در خود احساس نمی کنید. میخوام عرض کنم که فکر نکنیم این آیات در کفار هستش. و کسی که در تثبیت این حیات نازل سعی نموده و از آن و به آن تثبیده و در آن کوشش میکند و در آن میکوشد و در حفظ آن میکوشد،
در حقیقت میخواهد برای همیشه حضرت حق را نشناسد و برای همیشه در جهل خود باقی بماند و در عالم بیخبری باشد. این چنین کسی نمیداند که یاد خدا و حب به او و عشق به او و غیره یعنی چه. ذالک مبلغهم من العلم. حالا کی میتونه آقا اینجوری باشه؟ کی میخواد بفهمه؟ این که میگه اینها نمیخوام بفهمه برای همیشه میخوان، کسی که برادر عزیز اهل هجرت باشه. اهل هجرت باشه. هجرت یعنی چی؟ یعنی وضعیت کار و درس و تحصیل و زندگیشو یه جوری تنظیم کنه که از این چیزا عقب نمونه. وضعیت اوقات زندگیشو طوری تنظیم بکنه که چی باشه؟ فراغت اون کار رو داشته باشه. ما خیلی اصلا تمایلی به مطالعات اینچنینی، به جلسات اینچنینی، به مراسم ذکر و مکانهای عبادی اینها نمیذاریم و نداریم. خودمون تنظیم نمی کنیم اصلا. خودمون نمیخوایم بکنیم. خودمون نمیخوایم بفهمیم دیگه. خودمون نمیخوایم یاد داشته باشیم. درست خودمون نمیخوایم یاد داشته باشیم. طوری سر خودمون شلوغ میکنیم که همش از یاد قفلت میکنیم تا از سبیل هم انحراف داریم. لذا وقتی معنای یاد خدا و ذکر و محبت خدا و اینها فقط یک سری مفاهیم نظری هستش، چیزی در جان ما نمیاد و این خیلی کشنده است. این خیلی کشنده است برای انسان. از مجموع این آیات و آیات دیگر و همچنین از روایات و بیانات وارده از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به این حقیقت میرسیم که انسان در مرتبه ناظره حیات انسانی که همان علی حیات دنیا است، در یک حرمان و فقر به خصوصی که حرمان در ابعاد مختلف است بوده و به لحاظ حرمان از شعور، حرمان که هم محرومیت هستش دیگه، حرمان از شعور و ادراک بالاتر راهی به شهود حقایق وجود عوالم هستی و واقعیت های روشن و اصیل که در جای خود ثابت هستند و وجود و حضور دارند و بسیار واضح هم می باشند ندارد و فقط از طریق نشانه ها و آثار و تفکر و تعقل همین کاری که ما الان داریم میکنیم و در حقیقت از دور و از پشت حجاب میتواند به آنها پی ببرد، آن هم در صورتی که فکر و عقل خود را به کار بیندازد و از لجاجت ها و تعصب ها و تقلید های نابجا پرهیز نموده و طالب حق و حقیقت و واقعیت ها باشد. تازه شما از میون این جمعیت چند صد هزار نفر شهر ما، جوان شهر ما، این تعداد ما نشستید، کسایی بودید که میخواستید بفهمید، میخواستید از راه دور و نزدیک جمع شدید اونجا تو این جلسه آمدید، خواستید بفهمید. ما داریم فعلا کار تعقلی میکنیم و فعلا فکر میخواییم بکنیم، فکر میخواییم بکنیم. یعنی توی ماییم تو این جلسه، از این جلسه فکر خودمونو تو این جلسه فکر خودمون فارغ میکنیم، از همه چیزهایی که با ما هستن قطع ارتباط فکری میکنیم و میشینیم فکر میکنیم تو این زمینه، فکر میکنیم. امیدوارم که به حق امام زمان علیه السلام، به این ماه مقدس، این فکرها منجر به شهود بشه انشاءالله، منجر به شدن بشه انشاءالله. فکر که یهدیک الی الرشاد و یهدوک الی اصلاح الموت، فکر تو رو به سمت رشد میکشونه و تو رو میبره به سمت اصلاح آخرتت انشاءالله، که این فکرها موجب اصلاح آخرت بشه. شما این که وظیفه او هم همین هست، یعنی این وظیفه ابتدایی هست که باید هر کی انجام بده، خب ما داریم انشالله انجام میدیم. خدا انشالله موفق میکنه که تا الان او موفق کرد، ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ما گفته ما میشنود. من که خودم حقیقتا اینجوری هستم به حضرت عباس، به خداوند تبارک و تعالی اینجوری هستم که الان وقتی به گذشته خودم فکر میکنم میبینم هیچ سنخیت این گذشته آلوده من با این جلسات و این حرفا نداره. کی ما رو آورد اینجا؟ چی آورد ما رو اینجا بشینیم این حرفا رو بخونیم با هم دیگه؟ چی ما رو تو این جلسه مباحثه آورده؟ یه ذره فکر بکنیم ببین چی بودیم، چی کار میکردیم، کجا بودیم و الان کجا هستیم، و این رو به فال نیک میگیریم، به خداوند عرض میکنیم که خدایا اون چی که ما دادی از ما مگیر و احسن فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مزامن. اون چه که همونطور که در گذشته به این زیبایی عمل کردی و ما رو تا اینجا آوردی، از این بعد به همین زیبایی و بهتر از این عمل کن و ما رو به بهتر از این برسان، به حقیقت این حرفا برسان. کما این که وظیفه او هم همین است و باید از طریق تفکر و تعقل به حقایق و واقعیات هستی
کما اینکه وظیفه او هم همین هست و باید از طریق تفکر و تعقل به حقایق و واقعیات هستی نائل گشته و سپس برای نیل به حیات بالاتر انسانی از طریق عبودیت پیش برود. و قرآن کریم هم به همین معنی دعوت می کند. کدوم معنی؟ این که ما از طریق عبودیت پیش بریم و به حیات بالاتر برسیم. ببینید قرآن چقدر زیبا می فهمد. می فهمد و عبود ربک حتی یعطی اکل یقین. یقین یعنی همون شهود. عبادت کن تا اون حیات بالاتر بره درسته. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا رسول رو تا اون حیات رو پیدا بکنید، به اون حیات بالا برسید، به حیات طیبه برسید. اجابت میخواد درش. یعنی چه اجابت میخواد؟ یعنی انسان سعی کنه که مقید باشه مسائل شرعی از شرع شروع کنه انشالله و میزان تخلفاتش رو هی کم بکنه تا اینکه انشالله عامل بشه و بعدم اخلاص کسب کنه و علم بیشتر کسب کنه، عمل بیشتری بکنه. در پاورق مرقوم فرمودن که با عبودیت که همان طریق ایمان و عمل صالح است، انسان از حیات نازله به سوی مراتب عالی حیات انسانی حرکت میکنند و به تناسب ایمان و عمل صالح خود از حیات بالاتر بهره مند میشود. برخورداری از حیات عالیه بر اساس مراتب و درجات ایمان و عمل صالح و بر اساس منزلت های عبودی است. قید و دقت کنید، برخورداری از حیات عالیه بر اساس مراتب و درجات ایمان و عمل صالح و بر اساس منزلت های عبودی است. کسانی به تناسب ایمان و عمل خود از حیات عالیه در باطن عام بهره‌مند می باشند و در زندگی دنیوی چندان بروز و ظهوری نداشته و بعد از مرگ در عوالم برزخی و فوق برزخ ظاهر می‌شود. این مژده هستش. ما در مورد اولیای الهی داریم، بسیاری از اولیای الهی هستن که تمام اون چیزی که کسب می‌کنن خداوند فقط مخفی در درون خودشون می‌کنه. بعضی از اولیا خدا هستن، مثل مرحوم نخودکی، مثل مرحوم شیخ رجب‌آبادی خیاط، مثل مرحوم آمیرزاده قاضی، ظهورات چنینی تو دنیا دارد. اما خیلی هستن مسیر رو طی می‌کنن اما هیچ ظهوری ندارن. در مورد یکی از اولیای خدا داشتیم که خیلی ده ها سال زحمت کشید، گفت حتی یک خواب هم من ندیدم، ده ها سال ریاضت، یک خواب هم من ندیدم، هیچ فقط ولی گفت ناراحت نبودم، وظیفه ما انجام میدادم. تو بندگی جو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری میداند. یه موقع گفته سوی حرم بودم، حضرت صاحب سلام الله علیه دست زد پشتم گفتش که تا اینجا تو خوب اومدی. این یک کلمه چقدر زیباست. آقا با آدم بیش تا اینجا خوب اومدی، راضیم ازت. راضیم ازت خیلی حرفه. آقا بگه من راضیم ازت. بعضی ها ظهور نداره و این خیلی مژده است. ما الان در وجود خودمون میابیم واقعا حقیقتا که دوست داریم اینها رو، از صمیم قلب دوستشون داریم، از صمیم قلب دلتنگ میشیم برای اینها، واقعا درک میکنیم که از صمیم قلب الان همین الان و همین ساعت آمادگی داریم که جانمون رو به فدای اونها بکنیم. و چقدر دل ما آتش دیدن زیارت اینها رو داره و چقدر دل ما آتش ملاقات و محضر اینها رو داره. این ما خوب درک میکنیم و امیدواریم که به حق امام زمان خدا اینو برای ما حفظ بکنه و قویتر و قویتر و قویترش بکنه. این مژده هست که در برزخ ظهور پیدا کنه این حقیقتی که در دل ما هست و خیلی شیرین هست این حقیقت ظهور بکنه اونجا. باید خیلی شاد بود، باید خیلی خوشحال بود از اینکه این در دل ما اینها رو انداختن، در دل ما انداختن. موالات و ولایت خیلی گوهر عظیمی هست، بسیار گوهر با ارزشی هست که در دل ما انداختن خودشون، نصیب ما کردن این ولایت و این محبت و این موالات، این آمادگی برای جان فشانی رو، این تلاش برای احیای دین اینها رو. و جعلنی من یختص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم. اینا خیلی عالی است و ظهور اینها
اونور خیلی زیباتر هستش. دنیا کوچکتر از این هستش که این احساس ما رو نسبت به این انوار مقدس و نسبت به خداوند تبارک و تعالی نشون بده. یادمون نرفته شبهایی که با برادر عزیزی توی این بیابونا قدم میذاشتیم و اینها چجوری بی صبرانه خودشونو تو میدان مین میانداختن و چگونه بی صبرانه جلوی این گلوله ها میدویدن که این جان از کالبدشون آزاد بشه. اینا رو فراموش نکردیم. شنیدیم که یکی از اصحاب امام حسین به حضرت عرض کرد آقا اگر من 1000 بار بمیرم یا اون تعدادی که الان یادم نیستش و زنده بشم باز هم دوست دارم جانم رو فدای تو کنم. ای خدا تو شاهد باش، اشهدو کرد و اشهدو جمیع ملائکتک و رسولک و جمیع خلقه که ما هم همچنین هستیم. ما هم به خدا قسم همین این لحظه کاری نداریم، حتی حاضر نیستیم که این کلاس بریم بیرون بریم کاری رو انجام بدیم بعد بیام جانم فدا کنم. همینجا که نشستیم حاضریم هزاران بار جانمون رو فدای تو بکنیم و فدای شما بشیم و هیچ تعلقی در خودمون نمیابیم به هیچ چیز و شما هر امری بکنید اون چه که به ما مربوط است ما به کناری خواهیم گذاشت و در خدمت شما خواهیم بود. این هست، دنیا کوچکتر از این هستش که این احساسا رو بتونه جواب بده و برای همین هم هست که انسان بهش فشار میاد، گاهی وقتا اذیت میشه واقعا، گاهی وقتا دوست داره که زودتر بمیره، گاهی وقتا نمیدونه چیکار بکنه دیگه، گاهی وقتا اینجوری میشه. ما هم همچنین هستیم. ان شاء الله خداوند این احساسهای پاکی رو که خودش عطا کرده پاکترش بکنه، خالصترش بکنه، طوری که این احساسهای پاک بتونه این باطل هایی که در وجود ما هست بسوزانه، اونها رو از بین ببره و سراسر وجود ما رو بگیره که یک پارچه بشیم عشق و یک پارچه بشیم اخلاص و یک پارچه بشیم خدمت و عبودیت. و در زندگی دنیوی چندان بروز و ظهوری نداشته و بعد از مرگ در عوالم برزخ و فوق برزخ ظاهر می‌گردند. کسانی هم که در اقلیت می‌باشند بر اساس منزلت‌های بالاتر عبودی و بر اثر کمال ایمان و تحصیل انقطاع علاوه بر باطن امر در زندگی دنیوی نیز از حیات عالیه و آثار خاص آن، آن هم در درجات مختلف بهره‌مند میگردن. رزقنا الله رزقنا الله. خدایا به محمد و آل محمد، به این ماه عزیز قسمت میدهیم که این حقایق عالیه رو نصیب ما بفرما. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی